سیری کوبین روز شهریور ماه برابر با 22 سپتامبر سال 1236 خورشیدی برابر با 1857 میلادی. ایزودور آگوست ماری فرانسوا کونت، معروف به آگوست کونت، فیلسوف، نویسنده و ریاضیدان فرانسوی که در 18 سالگی در ریاضیات به استادی رسید و به تدریس و تحقیق پرداخت. تحقیقات وی در 28 سالگی چنان عمیق و قابل توجه بود که دی از دانشمندان بزرگ در مجلس درس او حاضر می شدند. کانت در ابتدا می کوشید نشان دهد فلسفه در علوم دیگر تحلیل رفته است، اما بعدها به نظام علمی فلسفی خود نام تازه‌ای داد و آن را فلسفه اثباتی یا تحققی، یعنی پوزیتیویسم نامید. فلسفه تحققی آگوست کانت مبتنی بر مشاهده و تفکر است. او اعلام داشت که تنها از راه نگریستن به زندگی از این دو نقطه نظر است که ما می توانیم به حقیقت نزدیک گردیم. به نظر کانت از لحاظ تاریخی ساختمان علوم مثبت بر پایه ریاضیات شروع می شود و رفته رفته به صورت علوم پیچیده تر و کامل تر تکامل می یابد، تا سرانجام بر علم جامعه شناسی که نقطه اوج و کمال است می رسد. در این سیر تکاملی هر علمی بر پایه علم پیشین استوار است و جامعه شناسی که واپسین آنهاست نتیجه همه دانش های برهم انباشته آدمی در طول تاریخ است. بر اثر تحقیقات وسیع آگوست کانت در جامعه شناسی وی را واضع این علم می دانند، چرا که او نخستین کسی است که جامعه شناسی را به صورت یک علم منظم با مسائل و قوانین خاص و روش خاص آن درآورده است. سال 1348 خورشیدی برابر با 1969 میلادی، تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی. پس از بروز یک سلسله رویدادهای سیاسی در کشورهای اسلامی، سران این کشورها وجود چنین سازمانی را برای رسیدن به منافعشان ضرورت تشخیص دادند. پس با پیشگامی سران کشورهای ایران، عربستان و مراکش، کنفرانسی از وزرای خارجه برخی از کشورهای اسلامی در قاهره تشکیل شد و راهکارهای موجود برای ایجاد سازمانی با معیارهای اسلامی را بررسی نمود. سرانجام اولین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در رباط پایتخت مراکش تشکیل شد و این سازمان موجودیت خود را به طور رسمی اعلام کرد. افزایش همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو، تلاش برای از بین بردن تبعیض نژادی و استعمار با اشکال گوناگون، حمایت از مبارزه کلیه ملت‌های اسلامی و حمایت از مبارزه ملت مسلمان فلسطین و کمک به آنان برای بازپسگیری حقوق و آزادی سرزمین‌های خود از جمله اهداف مندرج در منشور سازمان کنفرانس اسلامی می باشند. کنفرانس سران، کنفرانس وزیران امور خارجه و دبیرخانه سه رکن اصلی این سازمان هستند و طبق مصوبه اجلاس سوم قرار شد که کنفرانس سران دولت‌های اسلامی هر سه سال یک بار تشکیل شود. سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی، حمله عراق به ایران و آغاز جنگ 8 ساله. سرانجام عراق پس از 20 ماه مقدم چینی مرزهای ایران را مورد تجاوز قرار داد. در این روز سفروند میگ 23 عراق فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران را مورد حمله قرار دادند و بدین ترتیب جنگ عراق علیه ایران آغاز شد.